سلام بینندگان عزیز، اگر خاطرتون باشه سال گذشته از همین بخش خبری گزارشی پخش شد که موضوع اون به امنیت در جامعه ربط داشت. موضوع برنامه امروز کارگران زحمتکش میهن اسلامی در تمامی صحنه‌های تلاش و سازندگی همواره در جهت نیل به خودکفایی و استقلال جامعه گام برداشتند. یعنی چی آقا؟ مسخره کردی؟ من راضی نیستم آقا فون برداری کنی. همان برو رضا، برو برو همه آقا داری میگی من میزنم داغون میکنم. بریم یعنی؟ بله. یکی از همین مهمترین عوامل هم اتوبوس های شرکت واحد هستش. متاسفانه قطعش کن. برای چی؟ کجا؟ کجا؟ بفهم بریم دفتر مون. دفتر ماما مشورت کن بعدا. چه مشورت؟ بعدایی نکنی آقا جان. بفهم قطعش کن. دستتو نزن. آقا تو میبرم حراست. حراست بفهم بریم. حراست اگه بردون صبح میان نزم تو واکتی سو تاعت صبح میارمش میشورم میارم میذارمش اینجا. ولی الان کسی به دوره این لیبا الان هم الان جمعش کردم اینجا، اینا باید از نو شسته بشه. الان من کارت خبرنگاری دارم، من در خدمت تو هست. آقا تلاش کردیم که از این حادثه برای شما هم گزارشی داشته باشیم و از علت وقوع این حادثه برای شما بگیم، اما متاسفانه همون گونه که مشاهده میکنید ما موفق نشدیم. سلام بینندگان عزیز، امروزه از مترو به عنوان یکی از مهمترین حلقه های شبکه حمل و نقل دروشهری یاد میشه. حتما شما هم در سطح شهر، در میادین، در تقاطع‌ها، در لابلای خودروها شاهد حضور چنین افرادی بودید، متکدیانی که هنوز برای ما هویت اصلیشون مشخص نیست. گناه نداره خود، نگاه گریه نمی کنی این بچه؟ چرا؟ الان بیدار شده. الان بیدار شده؟ همین دیگه، ببین سرما می لرزه این بچه؟ نمی لرزه، پیچیدمش. دیگه شما معتادی؟ دیگه شما معتادی؟ خود دفاع کن. باره مینیم بابا، باره دم کن بابا، کی معتاده؟ و اما ببینیم در میدان مرکزی میوه و تره بار چه میگذره. این اکیگه؟ باغدار اکیگه؟ اون ست تومن اکیگه؟ از شهرستان خریده. شهرستان کی؟ باغدار یا واسطه؟ واسطه خریده. واسطه چقدر خریده اینه؟ نمیدونم دیگه اونو. به اطلاع شما بینندگان عزیز برسونم، ساعت 6 بعد از ظهر امروز یعنی روز چهارشنبه شخصی بالای این دکلی که شما مشاهده میکنید رفته. البته این فرد قصد خودکشی داشت. آقا بو کتابلارده ایسی ملوز سالبلار. اما کتومو آشردم، نفتی تویتم کتومو، دندم چربیده وردم. پس اون موقع شما در اصل لباستونو نکندی، کتتون آتیش داری؟ بله، کتش آرزم زد. میتونم شغل شریفتونو بپرسم؟ من جوال چیه میدون ونک هستم. بله، آم داد میزنیم برای اینکه مسافه بیا سوار این خود. سوار مسافه خودتون که راننده نیست؟ نه خیلی وقت به شما پول میدن. و این هم بدرقه هزاران هزار عاطفه برای عزیزان از دست رفته. نکته جالب اینه که الان من میخوام برم بیرون، یعنی از این محوطه میخوایم بریم بیرون ببینید شرایط چگونه هستش. خوبه که شما هم همراه ما باشید. ببینید همین که من دارم میام بیرون، 3-4 نفر مسلح میان منو دوره بکنن تا اینکه آسیبی به من وارد نشه. یعنی امنیت در این کشور زیر صفره، کسی نمیتونه راحت بیاد قدم بزنه. اونم ما اینو بلافاصله بیاید یه حاله‌ای درست کردن، یک دیواری درست میکنن. چی شده؟ الان خود هلال احمد سومالی آقای عدله منو خبر کرد، گفت بچه‌هاتون رفتن بیرون، خیلی خطرناکه، مشکلی اگه پیش بیاد من مسئولیت قبول نمی‌کنم. مهدی نجف‌پور
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موگادیشو، سومالی. خرسایی که شما مشاهده میکنید خرسای قهوه‌ای هستن. شکار هر کدوم از این خرسا 50 میلیون تومان خسارت داره. مطلع شدیم که تعدادی از شکارچی‌ها اومدن اینجا و شکار غیر مجاز داشتن. علاوه بر این با محیط‌بانو هم درگیر شدن. آتیش سوزی شده در یکی از این تالارهای وزارت کشور و ما هم داشتیم فیلم برداری میکردیم، تصویر میگرفتیم که جلومون رو گرفتن. الان یکی از ساختمان‌های مشرف به وزارت کشور در جنوبش رو ما داریم پوشش میدیم. سلام. سلام آقای وزیر، حال شما خوبه؟ احوال شما کرایه بود؟ آره من بسم الله الرحمن الرحیم تو موتور اومد شورای پول اعتبار بودم، پاشدم برسم به جلسه، دیدم خب معلولا منتظرن و شرمنده نشیم دیگه، موتور اجاره کردم و با موتور اومدم تا اینجا. بریم یکم عقب‌تر که این دوست ما هم باز هم حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیشتر از میزان تورم تعیین شده. بیش از 110 نفر از هموطنانمون جان خودشون رو در بالابرهایی که نقص فنی داشتن از دست دادن. این آمار نشون میده توجه به نکات ایمنی در نصب این بالابرها تا چه میزان اهمیت داره. بررسی ها نشون میده سهم تعاون در اقتصاد ملی کشور چیزی حدود 2% افزایش پیدا کرده. اگه قرار هست به سهم 25% برسیم، لازمش اینه که به تعاونی های تامین نیاز بیشتر از این توجه بشه، اونچه که الان دولت روش دست گذاشته. قیچی طلایی در انتظار ماهرترین پیرایشگر کشور. اون قیچی طلایی که قرار هست به نفر نخست داده بشه اینجاست. این همون قیچیه که قرار هست تعلق بگیره، اما به نفرات دوم تا پنجم هم حکم قهرمانی داده میشه. مردم هم خیلی به من لطف دارن. اینجا خود مردم وقتی منو دیدن خیلی به من اظهار لطف کردن. لازم فرصت استفاده کنم. حقیقتش بچه های واحد مرکزی خبر، خبرنگار واحد مرکزی خبر با جون دل برای مردم کار میکنن. حالا چه اونایی که جلوی دوربین هم و چه اونایی که پشت دوربین، ما تمام تلاشمون اینه که رضایت مردم رو جلب کنیم. اول رضایت خدا که اصل و اساس همه چیزونه، بعدش هم رضایت مردمه که اگر رضایت مردم حاصل بشه رضایت خدا هم حاصل بشه. دعای خیر مردم هم باعث شد تا الان. این دعای خیر مردم بود تو این چند روزه. باور کنید که من واقعا به خودم احساس کردم، 100% اینو تو وجودم احساس کردم که این دعاهای مردمه که باعث شد که من باز هم به این روز باشم و سرپا باشم، توی شرایط عادی به سر ببرم. من واقعا از مردم خوبمونم متشکرم که پیگیر بودن. از ببخشید دیگه نمیتونم حرف بزنم. سلام باشید.